سلام به شما دوستای خوبم در دکتر سلامت، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. من پگاه هستم و در این ویدیو قصد دارم کارهایی که به سیستم ایمنی بدن آسیب میرسونن رو بهتون معرفی کنم. پس با من همراه باشین و لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید. از آنجا که سیستم ایمنی بدن شما برای دور نگه داشتن شما از بیماری‌های مختلف وظایف بسیاری را انجام می‌دهد، سالم و قوی نگه داشتن آن بسیار مهم است. در واقع، سیستم ایمنی ضعیف بدن را در برابر میکروب‌ها و باکتری‌هایی که روزانه با آنها در تماس هستید، بی‌دفاع می‌گذارد و موجب می‌شود در برابر بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر شوید. انسان‌ها با سطوح ایمنی متفاوتی متولد می‌شوند. برخی افراد سیستم ایمنی قوی‌تری دارند. عوامل بسیاری وجود دارد که ممکن است به سیستم ایمنی شما آسیب برساند و باعث ضعیف شدن آن شود. نادیده گرفتن اهمیت آب. آبرسانی مناسب برای حفظ سلامتی و تقویت سیستم ایمنی ضروری است. بدون آب، بدن و سیستم ایمنی شما نمیتواند به درستی کار کند. نوشیدن آب کافی به خروج مواد سمی و مواد دفعی از بدن کمک میکند. این امر موجب میشود سیستم ایمنی برای مبارزه با بیماری های عفونی بهتر عمل کند. از دست دادن آب حتی بر سطح انرژی و کیفیت خواب شما هم تأثیر میگذارد و ممکن است تمایل به ورزش کردن را در شما کاهش دهد که این خود یکی از عوامل ضعیف شدن سیستم ایمنی است. هر آدم سالمی باید روزانه 8 لیوان آب بنوشد. با این حال، میزان آب مصرفی بسته به آب و هوایی که در آن زندگی می کنید، میزان فعالیت فیزیکی و وضعیت سلامتیتان ممکن است متغیر باشد. کم تحرکی. اگر عادت دارید همیشه پای تلویزیون بنشینید و تمرینات ورزشی در فعالیت‌های روزانه شما جایی ندارد، سیستم ایمنی بدنتان با مشکلات زیادی روبروست. تمرین‌های ورزشی ملایم عملکرد سیستم ایمنی را تقویت می‌کند، جریان خون را افزایش می‌دهد و فرایند خروج مواد سمی از بدن را بهبود می‌بخشد. گردش خون مناسب باعث افزایش گردش آنتیبادی ها و گلوبول های سفید می شود که وجودشان برای مبارزه با آلودگی ها ضروری است. کمخوابی. به دلیل زندگی های پرمشغله، امروز بسیاری از مردم اهمیت خواب را نادیده می گیرند. خواب تأثیر مستقیمی بر کارکرد سیستم ایمنی دارد و کمخوابی کارایی آن را کاهش می دهند. به علاوه، کمبود خواب دائمی خطر ابتلا به عفونت و سایر مشکلات جدی سلامتی مانند بیماری‌های قلبی، سکته، فشار خون، دیابت و چاقی را افزایش می‌دهد. بزرگسالان به 7 تا 8 ساعت و کودکان و نوجوانان به 9 تا 11 ساعت خواب شبانه نیاز دارند. آنتیبیوتیک ها سنگ بنای پزشکی مدرن هستند، اما استفاده نادرست از آنها اثرات جانبی ناخواسته ای مانند ناراحتی معده، اسهال یا حتی واکنش های حساسیتی ایجاد می کند. استفاده مکرر و نامناسب از آنتیبیوتیک ها به سیستم ایمنی شما آسیب می رساند. از مصرف آنتیبیوتیک هایی که مخصوص شما تجویز نشدند خودداری کنید. اجتناب از نور خورشید. بیش از حد در معرض اشعه فرابنفش بودن برای پوست و سلامت بدن مضر است. به همین دلیل بسیاری از افراد از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری می کنند. اما باید بدانید افراد در این کار هم به ایمنی بدن آسیب می رساند. نور خورشید به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. هنگامی که بدن در معرض نور خورشید قرار می گیرد، ویتامین دی تولید می کند. وجود این ویتامین برای عملکرد مناسب سلول های تی ضروری است.
علاوه بر آن، ویتامین دی در متابولیسم کلسیم و استخوان نقش مهمی دارد. برای آنکه ویتامین دی به مقدار کافی در بدنتان تولید شود، هر روز 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب اول صبح قرار بگیرید، اما در ساعات اوج آفتاب از نور خورشید دوری کنید و اگر بیرون هستید ضد آفتاب را فراموش نکنید. محصولات آرایشی و بهداشتی سمی. بیشتر افراد هر روزه از محصولات آرایشی یا بهداشتی استفاده می کنند. بسیاری از این محصولات مانند شامپوی بدن، لوسیون، لوازم آرایش و حتی خمیر دندان حاوی مواد شیمیایی سمی و مضر زیادی هستند که ممکن است سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند. در واقع استفاده از این مواد روی پوست بدن یا پوست سر از آنچه فکر می‌کنید مضرتر است. مواد شیمیایی مضر بدون هیچ فیلتری به راحتی از طریق پوست جذب جریان خون می‌شوند و مستقیماً بر نحوه عملکرد سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارند. با انتخاب ظاهر طبیعی‌تان از شر محصولات آرایشی و مواد شیمیایی مضر موجود در آنها خلاص شوید. اگر نه، محصولاتی را انتخاب کنید که مواد شیمیایی کمتری دارند و همیشه پیش از خرید هر محصول مواد تشکیل دهنده آن را بررسی کنید. احساسات منفی. احساسات منفی مانند استرس، ناراحتی، ترس، خشم و نگرانی سیستم ایمنی را ضعیف می کنند. وقتی استرس دارید، مقدار هورمون کورتیزول در بدنتان افزایش می یابد. کورتیزول در پاسخهای سیستم ایمنی اختلال ایجاد می کند و مانع از عملکرد صحیح دستگاه گوارش می شود. استرس شدید باعث آسیب پذیرتر شدن شما در برابر سرماخوردگی، آنفولانزا و مشکلات سلامتی جدی‌تر مانند بیماری‌های قلبی و دیابت می‌شود. برای کاهش استرس، تمرین‌هایی مانند یوگا، مدیتیشن، ماساژ و خنده درمانی انجام دهید. الکل. مصرف الکل باعث نابودی سلول‌های آنتی‌بادی می‌شود و در نتیجه اثر مخربی بر سیستم ایمنی شما می‌گذارد. علاوه بر آن، از آنجایی که الکل ماده آبزوده است، آب درون سلول ها را خارج می کند و باعث مرگ آنها می شود. همچنین مصرف الکل موجب کمبود مواد مغذی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن می شود. سیگار کشیدن و در معرض دود سیگار بودن. استنشاق دود، چه دود تنباکو باشد چه دود چوب، تأثیر مستقیمی بر کارکرد سیستم ایمنی بدن دارد. مواد شیمیایی مضر موجود در دود سیگار دفاع طبیعی بدن در برابر میکروب‌های بیماریزا را ضعیف می‌کند و احتمال ابتلا به بیماری‌های خود ایمنی را افزایش می‌دهد. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردین. امیدوارم هر جایی هستین دلتون شاد و تنتون سالم باشه. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید اون رو کامنت کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.